الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب اندر مورد ستاره شناسی از جمله شرک نگفت زیرا در آن بیان مفصل است علم تأثیر و علم تسییر و بیان این گذشت دلیل اول امام بخاری در کتاب صحیح خود از قتاده روایت کرده میگوید الله تعالی ستاره ها را برای سه چیز آفریده است زینت آسمان باشند برای سنگسار کردن شیطان ها و جن ها و نشانه های باشند برای رهنمایی مردم و اگر کسی بخواهد از آنها استفاده دیگر برد خطا کرده و تلاشش بیهوده بود و به خود تکلیف چیزی را می دهد که علم آن را ندارد دوم قتاده علم بروج ماه را مکروه دانسته است و ابن عیینه آن را جایز نمی داند این را حرب از آنها روایت کرده است سوم البته امام احمد و اسحاق آن را جایز دانسته است هر کسی از سلف که علم آموختن منزله های ستارگان را حرام گفتند قول او را بر علم تأثیر برداشت کرده می شود و هر کسی از سلف که آموختن علم منزله‌های ستارگان را جایز گفتند قولش را بر علم تأثیر برداشت کرده می شود دلیل چهارم از ابو موسی روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند سه نفر داخل جنت نمی شوند کسی به نوشیدن شراب عادت داشته باشد کسی که رابطه خویشاوندی را قطع نماید کسی که جادوگر را تصدیق نماید حدیث با روایت امام احمد و ابن حبان در صحیح خود فرمودند که جنت نمی دروید این از حدیث های وعده عذاب است همچنان که آمده است گذرانده می شود و برای مخالفت آن به حجت های دیگر وعده خلاف کرده نمی شود و این در سرزنش رساتر است و فرمودند که کسی که بر دوام شراب می نوشد یعنی کسی که بسیار شراب می نوشد و خمر هر چیزی است که عقل را بر جهت لذت و شادمانی می پوشد و فرمودند که وقت کننده رحم یعنی رحم همان خویشاوندی است و پیوند خویشاوندی که در شریعت تهدید نشده است مستر آن به سوی عادت است مادامی که شریعت را خلاف نکند و فرمودند که و تصدیق کننده سحر یعنی همین شاهد است در این دلیل بر این است که علم ستاره شناسی نوع از سحر است محبس در گناه کبیره تعریف کبیره شیخ الاسلام رحمه الله آن را تعریف کرده است این که هر گناهی که بر آن عقوبت خاص ترتیب داده شده است مانند لعنت یا غضب یا راندن و یا از فائل آن بیزاری جستن یا او از کافران است یا از مشرکان است یا مؤمن نیست یا به بهترین حیوان ها تشبیه کرده شده است حکم فائل آن به ایمانش مؤمن و به گناه کبیرش فاسق است در زیر خواست الله است اگر خواهد او را عذاب می دهد و اگر خواهد او را می بخشد سوال که آیا گناه کبیره به شمار است یا محدود موافق تعریف سابق محدود است نه به شمار آیا گناه کبیره بزرگتر است یا صغیره در جواب گفته می شود که معصیت ها به خودها سر می شود سپس به کلان ها سپس خودتر سپس کلانتر از روی فرمودی الله تعالی فرمود که الله مغفرت نمی کند که به اون شرک آورده شود و به جز شرک برای کسی بخواهد مغفرت می کند به گفته ابن مسعود رضی الله عنه که فرمود اگر به الله دروغ قسم بخورم بهتر است از این که به غیر الله راست قسم بخورم و به الله در حال دروغ گفتن قسم خوردن گناه کبیره است و به غیر الله قسم خوردن و اگر چه راست گوید شرک اصغر است سوال آن است که آیا گناهان کبیره به عمل صالح تازه می شود یا برای آن توبه کردن ضرور است در جواب گفته می شود که باید از کبیره توبه کند از روی گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند زن نوحه خان اگر پیش از وفاتش توبه نکند و اینچنین فرمودند هرگاه از گناه های کبیره دوری جوید سوال می دهند که آیا توبه کردن از بعض گناه های کبیره جز بعض دیگرش صحیح می شود در جواب گفته می شود که بله
توبه کردن از بعض گناهان کبیره جز دیگرش درست می شود و ضرور است که همه گناهان را ریشه‌کن کند، یعنی از همه‌اش توبه کند. سوال می دهند که آیا فاعل گناه کبیره دوست داشته می شود یا بعد دیده می شود؟ در جواب گفته می شود که به قدر ایمانش دوست داشته می شود و به قدر معصیتش بعد دیده می شود و در حال دست زدنش به کبیره با او هم نشینی کرده نمی شود. سوال می دهند که آیا گناه کبیره گناهگون می شود؟ در جواب گفته می شود که بله گناهگون می شود. از روی فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند آیا شما را به بزرگترین گناه کبیره دلالت نکنم؟ و سوال می دهند که مرتکب کبیره را چگونه می نامیم؟ او به ایمانش مؤمن و به گناه کبیرهش فاسق است و او مؤمن ناقص ایمان است و مانند مرجعه نمی گویم که مؤمن کامل ایمان است و نمانند خوارج می گویم که کافر است. مسئله های موضوع: یکم، حکمت در آفریدن ستارگان، زینت برای آسمان، سنگپاره برای شیطان ها و علامت ها است. دوم، سخن کسی که غیر از این را بگوید مردود است. سوم، اختلاف در حکم از خود کردن علم منازل ماه. چهارم، وعده عذاب برای کسی که سخن جادوگر را تصدیق نماید گرچه پای برده باشد که او بر باطل است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.